Iranian filmmaker Abbas Kiarostami has died at the age of 76 in the French capital Paris. The director achieved international acclaim for the Coca trilogy Close Up, Taste of Cherry, which was awarded the Palme d'Or at the Cannes Film Festival, and The Wind Will Carry Us. Kiarostami had been diagnosed with gastrointestinal cancer in March this year and had undergone a series of operations. Born in 1940 in Tehran, he began a career filming commercials for Iranian TV. مراسم امروز صبح در تهران با سرودن خودجوش ولی محتاطانه سرود ای ایران بین جمعیت حاضر به پایان رسید. عباس کیارستمی هفته پیش در فرانسه به علت پیچیدگی‌های بعد از چند عمل جراحی که جزئیاتشان هنوز روشن نیست درگذشت. داستان بیماری و مرگ او به سادگی گزارش شد، اما آن هم به معمای پیچیده تبدیل شده. خبر درگذشت عباس کیارستمی در سطح بین‌المللی صدا کرده. روزنامه‌ها چه نوشتن؟ میدونم که رادیو تلویزیون ایران چندان واکنشی نشون نداده. این مسئله که دارن خیلی بهش اشاره میکنن که چرا صدا سیمای ایران یا رسانه‌های ایران اونقدر به این قضیه نپرداختن. عباس کیارستمی در خانه دوست آرام گرفت. عباس کیارستمی کارگردان به نام سینمای کشورمون که برای درمان سرطان عباس کیارستمی هرگز از یادها نخواهد رفت. سخت باشه گزارش رو تقدیم شما بکنیم از بدرقه یکی از مشاهیر بزرگی. عباس کیارستمی عصر دوشنبه در فرانسه به علت بیماری درگذشت. عباس کیارستمی کارگردان و سازنده آثار مطرحی چون خانه دوست کجا و حالا که خالق زیر درختان زیتون، خانه دوست کجاست و مشق شب مسافر آمد. بخش آغازین برنامه میخواییم به کارنامه و سینمای عباس کیارستمی. سلام دوستان، جمهور در گذشت بیتر عباس کیارستمی، کارگردان فیلم های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از فیلم های آقای کیارستمی در سینماهای ایران اصلا کار نشده، اجازه پخش نداشته. وقتی که توی وطن خودش اجازه فیلمسازی پیدا نکرد، برای سالهای سال همه با کمال میل تو کشورهای دیگه سرمایه گذاران و تهیه کنندگان و کسایی که کار هنری میکردن آماده بودن که امکان فراهم کنن که آقای کیارستمی فیلم سازه. فیلم های آقای کیارستمی اجازه پخش به خصوص این اواخر دیگه نداشتش. حتی اونی هم که ساخته میشد تا زمانی که در ایران بود خیلی ها میگفتن که به نوعی انگار این سانسور پذیرفته که داره تو ایران فیلم میسازه. آقای مجید، آقای کیارستمی در 16 سال اخیر نتونست در ایران فیلم بسازه، این اجازه رو پیدا نکرد یا به هر مشکلی پیدا کرد برای ساخت فیلم در ایران. همینطور بسیاری از آغاز انقلاب سعی در انکار او و ویژگی های او داشتن. فکر میکنید چرا اینطور بود؟ ما دیدیم شما از زبان آقای کیارستمی صحبت نکنید، چون میدید همه فیلم هاش رو، یعنی بهترین آثارش که در طول همین در واقع سالهای خود این انقلاب ساخت. اتفاقا آقای کیارستمی جزو در واقع فیلم سازایی بوده که هیچ وقت در واقع ممنوعیتی در ایران نداشته و اون چیزی تونجه که من اطلاع دارم میفیلم. این تصویری که الان این چند روزه بی بی سی و نمیدونم این تلویزیون های ماهواره‌ای دارن سعی میکنن ازش درست کنن که فیلمساز تحت سانسور و تحت فشار و از این حرفای بود، دیروز پریروز من از یکی از فیلمسازا شنیدم، یکی از همینایی که از خودش فیلم نامه گرفته و فیلم ساخته و فیلمساز معتبری هم هست، که بی بی سی باهاش تماس گرفته و بعد بهش گفته که خب شما راجبه اینکه این چند در 15 سال اخیر نمیذاشتن فیلم بسازه و اجازه نمیدادن فیلم بسازه صحبت کنین، این جواب داده که من تا اونجا که میدونم هیچ وقت آقای کیارستمی درخواست پروانه ساخت نکرده که رد بشه. بعد طرف تو بی بی سی گفته که نه، مثل این که کرده، ما شنیدیم که کرده. گفته نه، من خبر ندارم، من دارم میگم من خبر ندارم، شاید شما خبر داری. و طرف گفته که پس اجازه بدیم ما با سردبیرمون صحبت کنیم و اینا، و تلفن قطع شده و اصلا کل این مکالمه هم هیچ وقت از بی بی سی پخش نشده. چرا اصلا از ایران نمی رفت؟ چرا فکر میکنی که اصلا با این تصویری که دارن سعی میکنن ازش بسازن و شبیه فیلمسازهای تبعیدی جلوش بدن؟ خودش همچین تمایلی رو هیچ وقت ابراز نکرده. من تعجب میکنم اینا از کجا این حرف رو، منم شنیدم اون مصاحبه‌ای که میگی. ببین واقعا نمیدونست پروانه ساخت یعنی چی و چه جوری باید بگیره، چون سه چهار تا فیلم اولش که تمومش در کانون پرورش فکری اتفاق افتاد و خود اونا اصلا نیاز به مجوز نداشتن و فیلمو میساختن. فیلم طعم گیلاس و بادمار خواهد بود، من کارهای اداری رو کمکشون میکردم و کارهای اجرایی و تیم تولید و حتی
معرفی کلاری به ایشون برای بادمارو خواهد بود و حتی اصلا کی میتونست بهش برنامه ساخت نده؟ نده، آره اصلا این موضوع واقعا در مورد ایشون حد دقیقا اصلا صدق نکنی. روزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.